دوستان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم. برنامه هفته پیش برای فردا اختصاص داشت به بخش اول گفتگوی من با خانم دکتر مرجان داوودی، روانشناس بالینی، در ارتباط با جایگاه ارزش‌های معنوی در خانواده و جامعه. امروز می‌پردازیم به بخش پایانی این گفتگو. در این بخش خانم دکتر مرجان داوودی توضیحاتی میدند در ارتباط با روش‌ها و کاربردهایی که پدر مادرها میتونند به کار بگیرند برای آموزش صفات انسانی و ارزش‌های معنوی به کودکانشون. این بخش رو با هم میبینیم. خانم دکتر، شما اشاره کردید که علم جامعه شناسی یا روان شناسی تأکید میکنه که ما نیاز داریم که این تعادل حالا علم، دانش، مادیات همراه با روحانیات باید باشه که ما یه وجود یه انسان معتدلی رو در جامعه داشته باشیم که به صورت سازنده‌ای در جامعه زندگی بکنه، ولی اعمال و پیاده کردن اون و در حین تربیت کردن یک کودک ما چه کار میتونیم بکنیم که در حقیقت به اون وجود معتدل و اون وجود سازنده برسیم؟ البته اون ترکیب رو در محیط جامعه کاملا ببینید. من لازم نیست تاکید بکنم، همه دنیا میدونن که چقدر محیط خانواده اهمیت داره و این تخم این دو عامل و به اصطلاح اهمیت این وجود این دو عامل و رقصی که این دو عامل یا آشتی که این دو عامل باید خیلی زیبا با هم دیگه داشته باشن، از خیلی خیلی بچگی باید گذاشته بشه. حضرت عبدالبها میفرمایند از صغر سن مثل نهال سبزی که وقتی که خیلی لطیف و قابل انعطاف هست باید شکل بگیره، در غیر اون صورت وقتی که به چوب و درخت محکم تبدیل شد شکل گرفتنش دیگه کار از کار گذشته. بنابراین پس پدر مادرهای جوان باید خیلی آگاه باشند و مواظب این موضوع باشند. بسیار بسیار حقیقتا. ببینید اصل قضیه این هست که خود پدر مادرها باید با تمام وجودشون به این داستان روحانیت مثبتی که بهش اشاره کردیم نیازش رو اعتقاد داشته باشن و حتی در زندگی خودشون بتونن پیادش بکنن، به خصوص در محیط خانواده، به خصوص هدف خودشون به عنوان یک انسان والا، هدف اصلی زندگیشون رو بگذارن برای رسیدن به یک نتایج مثبتی که توی این دنیا از داستان مادی به دور هست، بالاتر قرار داره. پدر مادری جوونی که البته دنبال پول و موفقیت و سرگرمی و سعادت ظاهری و رفاه ظاهری هستن عالیه، خیلی هم خوبه، به خصوص کسایی که این رو از راه صحیح علمی و سالم به دست میارن، ولی دقیقاً این رو بهش اعتقاد داشته باشن که این فقط کافی نیست، نه برای زندگی خودشون نه برای زندگی خانوادگیشون. یعنی قدم‌هایی که برمی‌دارن، به خصوص زن و شوهر در این مورد باید اشتراک عقیده و روح داشته باشن، قدم هایی که در این دنیا برمی دارن در هر قدمی معنی درش وجود داشته باشه و این معنی کار مثبتی رو تو این دنیا باعث بشه. اگر دکتر هستن، اگر کارگر هستن، اگر زارع هستن، اگر صانع هستن، در هر مسیری حقیقتا توی این دنیا دارن زندگی میکنن، بدونن که نقششون نقش سازنده مثبتی هست به عنوان یک انسان والا که باید کمک بکنه، باید خدمت بکنه و باید معنی داشته باشه این حرکت و این قدم و این فضا رو در زندگی خانوادگیشون ایجاد بکنن. یکی از مهمترین داستانهایی که ما داریم، به خصوص در دیانت بهایی خیلی بهش اعتقاد داریم، که اسم دیانت نباید فقط به اسم باشه، باید حقیقتا جلوه خودش رو در عمل که تو انسانی هستی که هدف قاییت یک انسان بودن هست نشون بده.
پس شما اشاره می‌فرمایید به اینکه خود پدر مادر باید نمونه اصلی باشن تا جایی که ممکنه برای کودکان. در جهان امروزه می‌بینیم که خب حالا میشه این کار رو کرد، ولی چالش‌ها بسیار هست. بسیار. و اینکه پدر مادر خب اونها هم الان تو این نمونه خانواده‌هایی که امروزه داریم، برای اینکه بتونند از مخارج زندگیشون بتونن اون رو تأمین بکنن، مثلا زندگی بکنن، پدر مادر بسیار بسیار خودشون مشغول هستند و بسیار خودشون در جهان مادی غرق میشن، چه بخوان چه نخوان، بعد قیمتش رو میپردازن اگر تفریحاتشون رو، مثلا سرگرمیهاشون رو و ارزاشون رو در فقط یک مسیر ورزشی و کارهای خیلی خیلی معمولی که همه دنیا انجام میدن، این معلمی که ضمناً ما برمیگردیم به این مثال، ضمناً پسرش به اونجا رسید، یکی از تفریحاتش تیراندازی بود این خانم که این مادره. سه تا اسلحه رو در خونه داشت. من دارم میگم یعنی اگر تفریحاتشون رو و حرکتهاشون رو، همه کارهاشون رو و همین طور که شما میگید قربانی سیستم بشن و بگذارن که این سیستم به کلی همه زندگی و تمرکزشون رو بل اجبار، اسمش هم همیشه بل اجبار هست، بگیره، البته قیمتش رو میپردازن. بچه نیاز روح داره و این روح نیاز به غذا داره و این غذا اول به روح پدر و مادر باید داده بشه که این فضا خیلی زیبا و طبیعی به وجود بیاد. ببینید شما میتونید که صفات انسانی رو به بچه ها تدریس، سعی بکنید که تدریس کنید و توضیح بدید که چقدر اهمیت داره، ولی درست تأثیری نداره به اون صورت. ابدا. درست مثل اینه که به بچه، من این مثال رو بارها زدم، به یک بچه بگید که چطور بخند، از من تقلید کن، ببین اینطوری میخنده، هم خنده خیلی چیز قشنگی و درسته خوبه، بچه هم سعی میکنه بخنده، ولی این که خنده نیست، باید بهش جوک گفت واقعا تا بتونی بخنده درست ازش در بیاریم. ویکتور فرانکل توضیح میده که صفات انسانی همینه، صفات انسانی رو بچه ها باید به سبک خودشون برداشت بکنن، با نهایت آزادی و با نهایت استقلال، ولی باید در محیطی قرار بگیرن که نمونهش رو ببینن و بهشون ارائه بشه به صورت غیر مستقیم، نه فقط به عنوان یک نطق و خطابه. وقتی که این وجود داشته باشه، البته راه براش وجود داره، یعنی ضمن اینکه خودتو عمل میکنی، یعنی اعتقاد، البته میتونی اشتباه هم بکنی، حتی اون را میتونی انتقال بدی به بچه، برای اینکه بچه هم قرار هست به جایی برسه که اشتباه بکنه و خطا بکنه، ولی چطور این راه رو عوض بکنه، باز از تو یاد میگیره که چطور راه تو عوض کردی و حرکت تو تغییر دادی در مسیری که باید بری. یعنی پدر مادرها این حق رو حتما دارن، ولی باز هنوز روش هایی وجود داره که روش های قشنگی هست که ما خیلی بهش تشویق شدیم. من این رو، البته این روش ها رو بیشتر الهام گرفتم از تعالیم حضرت عبدالبها. که چه روش هایی؟ مانند چی؟ ببینید یک چیز که خیلی اهمیت داره، واقعا پایه‌ای هست برای ساختن این بنای این زیبای صلح و آرامش در خانواده و دریا، اقیانوسی که بچه بهش احتیاج داره تا با کاسه خودش ازش در بیا برداره اونچه که میخواد، عشق به خدا هست. این خیلی گمه توی خانواده های مدرن و خیلی، یعنی به صورتی که واقعا باید وجود داشته باشه، و در خانواده های شرقی دوباره مفهوم دیگه ای داره، همونطور که تو توضیح دادم، عشق به خدا، نه ترس از خدا، نه احساس گناه کردن برای اینکه خدا ازت راضی نخواهد بود. مثلا لباس کوتاه رو پوشیدی، تو مسلمونی، تو باهایی هستی، تو مسیحی هستی، نه شب باید برگردی، مواظب باش. میدونید واقعا این که بچه خودش از کوچیکی، خیلی کوچیکی، عشق به خدا، که البته بهترین راهش عشق به مظاهر مقدسه هست که خیلی نزدیک پیامبران. هست پیامبران، بله، خیلی خیلی نزدیک هست به لمس بچه، درک بچه و انسان ها باید انتقال پیدا بکنه، خیلی زیبا و شروع این عشق هست. ببینید ما داریم با بچه هایی روبرو میشیم که دارن وارد، همینطور که شما میگید، دارن وارد دنیایی میشن که پر از امتحاناته، پر از تنهایی هاست، پر از اشتباه کردنه،
پر از خطا کردنه که حتی نمیتونن به مادر و پدر خودشون بگن و توضیحش بدن. این رو در خلوت خودشون با عشقی که در قلبشون نسبت به خدا یا مظاهر مقدسه یا گاندی، یعنی یه کسی رو داشته باشن رول مدلی در درسته. این دنیا که حقیقتا رول مدل روحانی زیبایی که میتونه باشه، چقدر این داستانها روی قلبشون میتونه اثر بگذاره. مناجات و دعایی که میخونن، داستانهایی که از آدمهای وارسته والا در تاریخ و دنیا، میتونه مذهبی باشه میتونه غیر مذهبی باشه. برای همینه که اهمیت داستانگویی و داستان رو برای مندلا هرچی که فکرش در دل بچه ها از همون کوچولویی باید کاشت. مثال خیلی خیلی زیبایی رو من همیشه توی ذهنم میارم وقتی که راجع به تأثیری که یک بچه در خیلی کوچیکی میتونه به خاطر این عشق داشته باشه توی زندگیش. در ایران این اتفاق افتاده. یک بچه کوچیک باهایی کلاس اول دبستان، وقتی که وارد کلاس اول دبستان میشه، روزای اول بعد از انقلاب، معلم توی کلاس میاد و از بچه ها میپرسه که کی مسلمون نیست. این بچه که البته از بچه یک خانواده باهایی بوده که هزار مشکل براشون پیش اومده، پدر بزرگ رو کشتن و زندگیشون رو مصادره کردن، پدر و مادر از کار بیکار شدن و همش شاهد تمام سختی ها و آزارهایی که خانواده و یعنی حقیقتا فجایعی که در خانواده شاهدش بوده، 6-7 سالش بوده این بچه، روبرو میشه با داستان این که کی مسلمون نیست. این معلم این سوال رو میکنه. عکس العمل اولش البته حتما حمله همه این داستان ها و ترس هست توی ذهنش. این بچه وقتی این سوال رو توی مدرسه میشنوه، خودکارش رو مدادش رو میندازه زیر میز و میره زیر میز که قایم بشه، که قایم بشه، که دستش رو بلند نکنه. حالا داستان از اینجا شروع میشه که شب مادرش میره که براش مناجات بخونه و بخوابونتش. وقتی که مناجات حضرت عبدالبها رو براش میخونه که بخوابونتش، بچه گریه میکنه که من از حضرت عبدالبها خجالت میکشم. مامان من فردا مدرسه نمیرم تا وقتی که تو مدرسه بیای و به معلممون بگی که من باهایی هستم. پس این کودک از مادرش از میخواد. مادرش میخواد مامان من هنوز مادر هیچی نمیدونه. مادر میره که مناجات بخونه براش، بخوابونتش، این گریه میکنه و میگه که من فردا مدرسه نمیرم مگر اینکه بیای مدرسه و به معلممون بگی که من باهایی هستم. مادر ازش میپرسه چرا؟ میگه که امروز من ترسیدم، مدادم رو انداختم رو زیر میز که از دستم رو بلند نکنم، خجالت میکشم، شجاع نبودم. و البته مادر میره فردا توی مدرسه و به معلم میگه. ببینید، من میخوام فقط در یک همچین مثال خیلی خیلی ساده‌ای عمق مراحلی رو که این بچه طی کرده تا به این نتیجه رسید و علتش در همون سن 6 سالگی. یعنی ترس حمله میکنه، اشتباه حتی به وجود میاد که ما اصلا اشتباه نمیدونیمش، یک عکس العمل خیلی طبیعی یک بچه هست، ولی بعد شروع میکنه، تجربه میکنه به خاطر عشقی که به حضرت عبدالبها داره و به گفتن حقیقت در مورد اعتقادی که داره و صفت شجاعت، صفت حقیقتگویی، صفت شجاعت و صفت خلوص، خلوص قلبش، همه اینها مثل ویرچوهایی که صفتهایی که ما خیلی سعی میکنیم به بچه هامون یاد بدیم، این همه اینها جلو میاد و یه بازی زیبایی رو نشون میده که این بچه از صبح تا شب و زمانی که مناجات رو میشنوه به نهایتش میرسه و به اون نتیجه میرسه که میخواد انتخاب بکنه
که شجاع باشه حقیقت رو بگه، علارغم اینکه دنیای همه دنیای خودش که بچه ها هستن، معلم هست، خطرات هست، ممکنه که خراب بشه. خب اون احساس شرمندگی که کرده که نتونسته بگه و قایم شده، یا ترس. بله. خب ترس در اون آغاز بوده، شاید هم شرمندگی شاید. بعدن که این کارو متفاوته، متفاوت ممکنه باشه عمل بکنه، شاید خیلی خورد بکنه شخصیتشو یا خودش رو، وجود خودش رو. آفرین. این شما فکر میکنید الان در دنیای غرب یکی از مشکلاتی که بچه ها دارن این هست که ترس از متفاوت بودن با بچه های همسن و سالشون ممکنه به هزار راه بکشونتشون، ولی بچه‌ای که بتونه این ترس رو مستولی بشه و محکم بیسته بگه با وجودی که متفاوتم، با وجودی که میتونم مورد مسخره قرار بگیرم، میتونم مورد انتقاد قرار بگیرم، حتی میتونه خطر برام به وجود بیاره، ولی هنوز اینم که هستم و دلم میخواد که باشم، برای اینکه این هیچی جز گفتن یک حقیقت نیست و هیچی جز خلوص یک عشق نیست که حتی باعث میشه بقیه رو بیشترم دوست داشته باشم و با نهایت محبت بهم انتقال پیدا کرده، خودم هم به آزادی انتخاب کردم، هیچ کس هم ازم نخواسته. در سن 6 سالگی این رو شما کجا میتونید، تو کجای این دنیا میتونید پیدا بکنید؟ بچه‌ای که در نهایت محرومیت بزرگ شد، با تمام خطرات، با تمام داستان‌های هولناک که در یک خانواده ممکنه به وجود بیاد، که اصلا تئوریای روانشناسی میگه این ضربه‌های روحی میتونه بچه رو به منجلاب بکشونه، در حالی که برعکس انسانی ازش ساخته در همون سن 6 سالگی که تمام این صفات رو به زیباترین نحوی تونسته تجربه بکنه. آیا اینو میتونیم به صورت عمومی بگیریم یا این یه کیس خاصی بوده؟ چون که شما الان میگید یک مثال در حقیقت خیلی به قول من عمیق هست که کیس خاصیه از این که چطور عشق به خدا و عشق به صفاتی که اون اعتقاد برات میاره که میخوای حفظش بکنی، میتونه حتی یک بچه 6 ساله رو بدون حضور پدر و مادرش در یک شرایط خیلی سنگین نگه داره. شما به عنوان یک متخصص و کارشناس فکر میکنید اگر این روش، حالا این روشی که این پدر مادر داشتن با این کودکشون، اگر پدر مادرهای دیگه هم این روش رو داشته باشن، آیا این عمومیت میگیره؟ البته، البته. ببینید این بچه هیچ فرقی با بچه های دیگه نداره جز این که پدر مادری داشته که اولویت زندگی خودشون حفظ اعتقادات انسانی و روحانی خودشون بوده. این رو خیلی با آزادی و خیلی با مهربونی، از عبدالبها میفرمایند با نهایت آزادی و با نهایت مهربونی و با نهایت عشق. پس نه ترس اصلا، نه ترس از جهنم، ترس از خداوند، یا ترس اینکه پدر مادر قرار کتکش بزنن که این مثلا با یه آبی ریزی شده که تو کلاس نگفته. ابدا ابدا ابدا. فقط این رو از عبدالبها میفرمایند با شیر مادر این عشق، عشق به خدا و عشق به انسانها و انسانیت، با شیر مادر باید وارد وجود بچه بشه و با جانش در بیاد. یعنی اینقدر از کوچیکی و باید شروع بشه و در تا آخر عمرش میتونه ادامه پیدا بکنه. ببینین این رو ما اصلا تأثیر این عشق رو اتفاقا ویکتور فرانکل خیلی خیلی روش توضیح میده که چقدر ما نیاز داریم، مثل غذای روحی هست که ما این همه برای بچه‌هامون به خصوص سر میز غذا میذاریم، مطمئن میشیم که تمام ویتامین‌ها بهشون برسه، شاید حواسمون نیست که این روح چقدر احتیاج به این غذا داره، همون صبح زود یا همون آخر شب برای این بچه با نهایت زیبایی، هر راهی که وجود داره که به اینجا برسه. اگر قرار هست که تو همسایه ها تو دعوت بکنی، به تو کارهای خیریه شرکت بکنی، چون در دنیای غرب ممکنه جلوه های این داستان متفاوت باشه، در دنیای شرق تمرینش متفاوت، ولی اصل قضیه این هست که ضمن اینکه اینها بچه های
آزاد، عالم، مدرن، متفکری میشن که ممکنه اصلا عقاید متفاوتی پیدا کنن از پدر مادرهاشون، به خصوص در مورد مسائل علمی، در مورد مسائل تکنیکی، در مورد راه زندگی، ولی این حتما یک جریان پیش رو هست که تمام این تجربه ها و این زیبایی ها رو میگیرن و بهش اضافه میکنن. خانم داوودی، به نظر من میاد که بسیاری از پدر مادرها تلاششون رو تا اونجایی که میدونن و آگاه هستند میکنن که فرزندان خوبی رو تربیت بکنن و شاید در همون آغاز این محبت، این عشق تا اندازه‌ای که توان پدر مادر هست به بچه‌ها، کودکانشون میدن و بعد این مرحله نوجوانی که میاد شاید بعضی وقت پدر مادرها حس میکنن که تمام اون کارهایی که من کردم داره یه جور دیگه جلوه پیدا میکنه و نگران نوجوانانشون میشن. شما فرمودید که اگر این حالا این تخمش کاشته بشه، تمام این فضائل در وجود یک کودک تا آخر عمر باهاش همراه خواهد بود. اینطور به نظر میاد این مرحله نوجوانی و این حالتی که هیجانی که به وجود میاد یا نگرانی که برای پدر مادر به وجود میاد به خاطر هیجان اون نوجوان، این چطور میتونن باش روبرو بشن؟ سوال بسیار خوبی هست. همه پدر مادرها و همه جوامع و همه خانواده‌ها این رو باهاش روبرو هستن. نوجوانی معنی دیگه ای داره واقعا. دنیای نوجوانی دنیای جالبی هست، همینطور که میفرمایید دنیای جدیدی واردش میشن. بدن بزرگه مثل یک آدم بزرگ، نیازهاش مثل یک آدم بزرگه، انرژیش شاید حتی بیشتر از یک آدم بزرگه، ولی تجربه کمه و احساسات خیلی قویه و حتی مخرب میتونه باشه این احساسات به خاطر آتشی که درش وجود داره، یعنی دوباره دو طرف افراط میتونه بره یا افسردگی یا هیجان زیادی و همه این جریانات اتفاق میفته. اون چه که اینها نه تنها روبرو میشن با یک تغییر و تحولات و نیازهای جدیدی در بدنشون، بلکه نیاز به یافتن یک هویت شروع میشه، یعنی توقعاتی که دنیا ازشون داره و خودشون از خودشون دارن که چه آدمی قراره بشن، چه هویتی باید داشته باشن. در اینجاست که حرکت اینها و مسیر اینها و این انرژی در مسیر سازنده میتونه استفاده بشه با نهایت اعتماد از طرف پدر مادرهاشون. ضمن البته اشتباهات دوباره پیش میاد، مشکلات ممکنه پیش بیاد، ولی اصل قضیه میتونه به مسیر درست سازنده بره اگه دوباره همینطور که عرض کردم در بچگی بسیاری از بناها درست گذاشته بشه. یکی از این بناها داستان احساس مسئولیت هست و کار سنگین. در همون کوچولوی بچه ها باید بهش عادت بکنن. مانند چی مثلا کار سنگین؟ کار سنگین یعنی وظایفی که به عهده دارن توی خونه، درسی که حتما باید بخونن، انضباطی رو که حتما باید باهاش آشنا بشن. ضمن جریان خیلی خیلی زیاد عشق در خانواده، ما در روانشناسی دو تا عامل رو میگیم مهمترین عامل هست و باید این به صورت خیلی خیلی بالا، زیاد، حد بالا باید رعایت بشه و وجود داشته باشه. یکی داستان ابراز عشق هست به بچه و البته ایجاد اون فضا که همینطور که عرض کردم از عشق به خدا، عشق به انسانها و عشق به انسانیت و عشقی که در فضای خانواده وجود داره، مادری که بغلش میکنه، میبوسدش و در عمل نشون میده که چقدر عاشقشه، غذایی که میپزه، حرفی که میزنه، تمام این داستان. بجز این داستان انضباط هم باید دست به دست هم با این جریان بره جلو، یعنی توقعی که از این بچه داری و اینو حضرت عبدالبها مرتبا تاکید فرمودن 160 سال که چطور کار سنگین و توقع بهترین در مسیر خودش بودن یعنی از دربه ها می فرمایند که بچه ها ذاتشون میتونه متفاوت باشه. اگر تو یک تخمی رو میکاری که پرتقاله، نمیتونی سیب توقع داشته باشی، پرتقال در میاد، نخوا بچه تو عوض بکنی، نمیتونی بچه تو بخوای که عوض بشه، چیزی بشه که تو بشه دکتر، مهندس، همه این داستان. اونی میشه که میتونه بشه و اون رو باید تو پیدا کنی به عنوان یک باغبان و بهش هم احترام بگذاری. اینو نمیتونی عوض بکنی، منتها میتونی توقع داشته باشی درخت تنومندی بشه و بهترین میوه رو بده از همون کوچولویی و بری برای اینکه بهترین بشه در مسیری که میتونه باشه و ازش کار سنگین بخواد.
این جریان حقیقتاً میتونه نقش بگیره. ببینید ما یک در تاریخچه دنیای طغیان جوانها و به خصوص به قول معروف پیک پوینت نهایتش رو ما در نوجوانی میبینیم، نگاه میکنیم میبینیم که اینا دنبال معنا تو زندگیشون میگردن، یه خلایی احساس میکنن دنبال معنا میگردن، از این رابطه به اون رابطه میرن، عاشق مسافرت میشن، از این دوست به اون دوست میرن، از این گیم به اون گیم میرن، خسته میشن، حوصله‌شون سر میره. همه اینها به این دلیل هست که دنبال یک معنایی خارج از وجود خودشون میگردن که دنیا بهشون اینو بده و هیچ وقت هم پیداش نمیکنن. هیپیا این جریانو داستانو داشتن، اگر یادتون باشه اون مرحله داستانی که در تاریخ پیش اومد. جوان‌ها هم همینن، برای پیدا کردن اون هویت و معنا در زندگی خارج از وجود خودشون، خارج از اون چه که خانواده بهشون ارائه کرده، یه چیزی که هم دارن و دنبالش می‌گردن. منتها وقتی که بهش میرسن سراب هست و وقتی که بهش میرسن در حقیقت داستانی هست که میتونه مخرب باشه و آزاردهنده باشه، حتی از واقعیت دورشون بکنه، به افسردگی بکشونتشون، معتادشون بکنه، وحشیشون بکنه و تمام اینها در مسیر پیدا کردن هویت است و پیدا کردن اون معنا. ویکتور فرانکل میگه که این معنا رو انسان خودش باید به زندگی بده، دنبال این معنا خارج از خودش نمیره که بگرده و نبایدم بره بگرده. ما وظیفه داریم که این جواب رو به زندگی بدیم. از بچگی وقتی که بچه ها احساس مسئولیت رو میپذیرن و یاد میگیرن، از همون کوچولویی، و زیباترین معنا رو به صورت طبیعی و به آزادی بهشون ارائه میشه، یعنی استقامتشون، زیبایی عشق، زیبایی انجام کارهای انسانی و پیدا کردن اون هویت براشون شکل میگیره و پر میشه و بعد در هر قدمی که خودشون برمیدارن یک معنایی به اون قدم میدن، از همون کوچولویی، حتی اگر این قدم ها قدم های سختی باشه که همراه با بسیاری امتحانات زندگی باشه، میتونن در نوجوانی هم این رو حتی به صورت خیلی قوی تر ارائه بدن. البته منکر این نیستیم که ممکنه که مورد امتحانات قرار بگیرن، اشتباه کنن. حتی اگر نوجوان شاید به ظاهر این گونه نشون بده که از مسیر درست شاید خارج شده، یعنی اگر این گونه کودکیش باشه، آیا امکانش هست که بعضی وقتا نوجوان ها یه راهی رو برن بعد دوباره مسیر رو برگردن؟ دقیقا، و خیلی از اون راه ها گاهی اوقات غیر قابل گریز هست برای یاد گرفتن بسیاری از تجربه هایی که میتونه حتی به استکامشون اضافه بکنه. پس شما خیلی امیدوار هستید برای بسیار، آینده؟ بسیار. البته، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. به نظر شما که فرمودید که الان علم همچنان داره ثابت میکنه که این دو، مادیات و روحانیات، باید با هم باشه، پیاده کردن این رو در سیستم، حالا شما بیشتر در ارتباط با مادر و پدر و خانواده صحبت کردید، ولی در سیستم آموزشی چطور میبینید؟ آیا به زودی میبینید؟ آیا میبینید که موفق خواهند اگر بود؟ فقط آیا... سیستم آموزشی و سیستم اجتماعی و داستانهایی که در سیستم وجود داره، این مشاورین روانشناسی، جریانات مدرسه ها، آموزش در اون حد باشه؟ نخیر، ابدا. باید از خانواده و باید از خیلی کوچیکی شروع بشه که درست نتیجهش دیده بشه. تمام قیمتی هم که ما داریم میپردازیم همین راه حل‌های موقت هست که سیستم در حقیقت داره تلاش میکنه که جبران بکنه و نمیتونه. شما فکر میکنید توی دنیایی که پر از مشاور تربیتی و مشاور روانشناسی برای پدر مادرها هست و جامعه شناسان همینطور کار میکنن و تحقیق میکنن و حقوق میگیرن که این مسئله رو حل کنن، داره بدتر و بدتر و بدتر میشه. تازگی یکی از غمناکترین خبرهایی که شنیدیم در ارتباط با همین واقعی که اتفاق افتاد این بود که بعضی از متخصصین یا بعضی از دستندرکاران توضیح دادن شاید بهتر هست که اسلحه در مدرسه ها بگذاریم در اختیار مدیران مدرسه یا خود معلم ها برای اینکه با این مشکل روبرو بشن. پس مسئله رو دارن گونه دیگه حل میکنن تا اینکه ریشه ای حل بکنن. دقیقاً. اصلا شاید اون باعث مشاکل بیشتری هم به تبع خواهد شد. دقیقاً. یا اینکه برچسب بزنیم به بچه‌هایی که مشکل روانی دارن، بنابراین سیستم و
به اصطلاح دستن در کاران متخصصین سیستم بخوان جبران بکنن کمبودی که بچه‌ها در خانواده ها باهاش روبرو هستن. یعنی باید این بچه در خانواده جواب خودش رو پیدا بکنه، اون رو باید حل بکنیم. و الا اگر همش فکر بکنید که سیستم به خودش رو بتونه هماهنگ بکنه و تغییر بده و بچه از پایین مشکلات روانی و حتی قرص ها و داروهای روانی به بچه ها و جوان ها بدن بتونن کنترل بکنن به قول خودشون این نخشونت رو، بدتر و بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. خیلی ممنون از حضورتون. قربان شما. مرسی از دعوتتون. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، اگر پرسشی رو دارید یا نظری رو دارید یا تجربه ای رو در این زمینه دارید، حتما با ما در میان بگذارید. تا هفته دیگه، بدرود.